با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این هفتمین روز از اولین ماه در دوازدهمین سال از سومین هزار، ساعت 1:10 است به وقت فینیکس در ایالت آریزونا. عرضم به حضور شما 12:10 است به وقت کالیفرنیا، 3:10 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا، 9:10 است در اروپا، 8:10 است در انگلستان، 10:10 است در ترکیه و ساعت 11:40 است در ایران. امیدوارم که به حال این امروز دیگه در حقیقت به طور رسمی نخستین روز سال 2013 است. حتی در تلویزیون های معتبر آمریکا هم این ایام رو یه جوری تعطیلات، ایام الله رو تعطیل کرده بودن و الان دوباره برگشتن و دیدیم که برنامه ها رو دارن یکی یکی از امروز هفتم آغاز میکنن. هفتمین روز چقدر هم زیباست، میگن عدد هفت عدد خوشبختی است. نمیدونم شما به این اعتقاد داری یا نه، ولی اینا ریشه های اساطیری دارد، اسطوره ای است، نمیدونم میته در حقیقت. تو تاریخ گذشتگان بسیار دور اینا حضور داشته، روش محاسبه میشده و البته کسانی مثل آقای دکتر صدر اشرف طبیعتا از من بهتر میتونن اینا رو برای شما توضیح بدن، اما بالاخره یه پایه‌مایه‌ای داشته، همجوری بی خودی نمونده تو طول تاریخ که من 13 اینطوریه، من 7 اینطوریه و اینا. حالا یا عقیده داریم بهش یا نداریم، در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کنن. بله دیروز هم یه اشاراتی کردیم به ماجرای این مطلب آقای اکبر گنجی و گفتیم که اگر بشود این مطلب رو که چند روز پیش در سایت بی بی سی گذاشته بود امروز در سایت گویا هم منتشر شده و ببینیم که اصولاً چرا، چگونگی ماجرا چی، چرا نمیشود. دیدم که نیمای نازنین که برنامهش لختی پیش به پایان رسید برای برنامهش اسمش این بود که چرا با تمام بحرانها ملت ما بر نمیخیزد. این اسم برنامه برای خودش انتخاب کرده بود که ما این اسم رو بذاریم که چرا ملت ما بر نمیخیزد. خب برای هر حرکتی، هر نوع حرکتی، هر نوع تفریحی، این که کار سخت و مشقت و تیر و تفنگ است. حتی شما برای تفریح هم که بخوای بکنی اول داستانش انگیزه است، ولی انگیزه‌ای وجود داشته باشد، بعد حول اون انگیزه شما طرح و برنامه‌ت رو می‌ریزی و هدفتو اول تعیین می‌کنی بر اساس انگیزت، هدفتو تعیین میکنی و بعد در طول هدف به طرح و برنامه میرسیم. نوها بهش میگن، چگونگی. خب این بعد چجوری این کار را انجام بده به نظر شما؟ راهش چیه؟ چگونه میتواند این کار را انجام بده؟ هر آدم معمولی این مرتب زیر یک بمباردمانه، مرتب زیر بمباردمان. من دیروز مثالی زدم برای شما، امروز هم با یکی دو تا از دوستان نازنین بزرگان صحبت می‌کردم و اونها هم در حقیقت این وقتی ازشون پرسیدم که من چنین مطلبی رو بیان کردم آیا تا چه حد درست گفتم یا غلط گفتم، اونها تایید کردن که نه درسته. اونجایی که گفتم که مثلا فرض کن که اگر یه جریانی مثل نایاک وجود دارد، این به معنای اون نیست که هر جوانی که عضو نایاک است مأمور جمهوری اسلامی است. نه بابا، اون بیچاره عاشق، اونم ایرانی آباد و آزاد میخواد و میره پای حرف اینا. شعارهای اینا رو که نگاه میکنه اینا خب چه شعارهای خوب و قشنگی میدن دیگه، پس میگه لابد راهش اینه. نمیدونه که در پشت اون شعارها چه اهداف پلیدی است و این در حقیقت توی کیسه قرار میگیره، توی کاسه قرار میگیره، توی ظرفی قرار میگیره، توی اتوبوسی میشینه که مسیر اون اتوبوس رانندش شخص دیگری است و این رهبر گتوگیری به
به ترکستان است ای اعرابی، تو به حجاز نمیرسی، راه ترکستان رو پیش گرفتی. به نظر من علت عللش اینه که اون پودکست که مرتبون زیر میکوبه، چون بالاخره شما برای این کار نگاه میکنی به یه بخشی، بخشی که بهش میگه بخش الیت جامعه، بخشی که اون بالا نشسته، معلومه پررنگتر از دیگران از هیاهو دارد، بلنگو دارد، بوق دارد، اون فریاد میزنه تو بوقش و توی هیاهو صدای ضعیف منده و جنابالی هرگز اون چه که به جایی نرسد فریاده است، همینه، نمیرسه، ضعیفه، اون بوقش بلنده. بعدم جار جنجال دارد، از پیشم برایش تبلیغ میکنه. این نظام فاسد که در حقیقت نگاه میکنی و میبینی که چگونه رفتار میکنه، این قبل از اینکه آدم به اینجا برسه به من و تو، او اول نقشه‌شو برای من و تو تعیین کرده، نقش اون رو در حقیقت برای من و تو تعیین کرد. میگه این آدم ها بدن، این آدم ها خوبه، اون به من و تو معرفیش میکنه. مجال این که ما خودمون برویم و این شانس رو داشته باشیم که خودمون به این کشف و شهود برسیم، اصلا به ما این مفر رو نمیده. سری با بلنگو دور دور میکنه، این مردم شهر آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است، گزمه ها بیدارن و اون گزمه هاش مرتب توی شهر میگردن و هر کی رو که بخوان در حقیقت ترور میکنن، به خانه هر کسی سر میکنن، اموالشو میبرن، میچاپن. این داستانهاییست که باهاش ما تاریخا روبرو بودیم. از مطلبم اگر که نخوام زیاد حاشیه برم و برگردم سر اصل مطلب، این استش که اکبر گنجی رو گفتیم بیایم با هم دیگه مطلبش رو بخونیم، ببینیم که تا فرصتی هست که به برنامه آقای بیگ دلی برسیم، ببینیم که اکبر گنجی و اکبر گنجی ها و اون تفکر حاکم که در حقیقت از درون بهش القا می شود. این اکبر گنجی هم طبیعتا مثل من که میرم از دوستان و بزرگانم سوال میکنم، او هم حتما میره از دوستان و بزرگانش سوال میکنه، با اونا جدل میکنه، بحث میکنه و بعد میاد نتیجهش رو برای ما مینویسه. او مینویسد که سود و زیان انتخابات 88 و 92، اکبر گنجی اومده مقایسه کرده. میدونی که اینا غالبا برای مؤسسات آمریکایی پول میگیرن، کار میکنن، شغلشون همینه، بنویسن و یه گزارشاتی رو بدن که از لابلای این گزارشات و اینها وقتی که کمیته تحقیق یا ریسرچ سنای آمریکا میخواد که مطلبی رو پیدا بکنه، کمیته تحقیق کنگره، کتابخونه کنگره آمریکا میره و یه جزوه بزرگی رو در میاره راجبه وضع امنیت آمریکا که 60 و چند صفحش مربوطه به ایران بوده که منتشر شده. اینا که راجب ایرانه، ما میتونیم بفهمیم که راجب ایران چی گفته، نمیدونیم که کل جزوه چند صفحه و چقدرش اصلا مربوط به ایران بیش از این 60 چند صفحه است یا چجوریه، هیچ اطلاعی نداریم. اون هر چقدر که بخواد خودش قطره چکانی اون رو به بیرون درز میده، میگه آقا اینقدرش شد تو میتونی بخونی، بقیهش رو حق نداری. اون کمیته تحقیق از لابلای این کاغذها و اینا در حقیقت میرن پیدا میکنن، با هم میشینن، میره از امیر فرشاد ابراهیمی میاره، از اون میاره، از این میاره، اینا رو بغلم دیگه میچینه، در حقیقت این پازل رو اینجوری حل میکنه با این جیکسلای کوچولو کوچولو، قطعات خرد شده اینا رو کنار هم دیگه میچینه و یه تصویری میده که مثلا 68 صفحه رو میگن گزارش منتشره اداره تحقیق یا ریسرچ Library of Congress، کتابخونه کنگره آمریکا منتشر کرده. حالا از اینا همینا پیدا میشه، میگه شرکت در انتخابات برای اکثریت مردم به معنای انداختن رأی خود به صندوق‌های رأی‌گیری است، اما برای اقلیتی بسیار قلیل به معنای نامزدی برای پست‌های اندک سیاسی است.
یه ذره شرکت در انتخابات برای اکثریت مردم به معنای انداختن رأی خود به صندوق‌های رأی‌گیری. رأی یعنی نظر، اینو اول یادت باشه، چون این کلمات همش چپکی توی جامعه ما ترویج شده است، همش غربی است و اینا هم هلهلکی همجوری سردستی آوردن و تو اینجا قرارش دادن و ترجمه‌های درستی هم صورت نگرفته است. اون فرهنگستانه به اینا اصلا توجه نکرده. اما برای اقلیتی بسیار قلیل به معنای نامزدی برای پست‌های اندک سیاسی است. شبه احزابی در ایران وجود دارند. اعلام نامزدی کنش‌های چون سخنرانی، مصاحبه، سفر به استان‌ها و صدور بیانیه‌های سیاسی به دنبال می‌آورد. سپس نوبت ثبت نام رسمی و نظارت استصوابی شورای نگهبان فرا می‌رسد. رد صلاحیت شدگان اعتراض کرده و تایید صلاحیت شدگان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. چهره‌های معروفی که کاندیدای ریاست جمهوری می‌شوند معمولاً به تایید صلاحیت خود توسط شورای نگهبان اعتماد دارند. به همین دلیل از مدت‌ها قبل فعالیت‌ها آغاز شده، ستادها شکل گرفته و ارتباطات اتصالی میان ستادهای سراسر کشور برقرار می‌گردد. تجربه نشان می‌دهد که رقابت میان دو کاندیدای اصلی شکل گرفته و اگر تفاوت دیدگاه‌ها و جناح‌ها زیاد باشد، جامعه حول دو کاندیدا قطبی می‌شود. در چنین بستری، در اثر اتصال نقطه خط‌ها، شبکه‌های اجتماعی یه بلفل برساخته می شود. طرفین نمادهایی برای جبهه و نامزد خود برمی گذارند. نیروهایشان را بسیج می کنند تا مردم را به جبهه خود کشانده و نامزدشان را پیروز گردانند. به طور طبیعی هدف پیروزی در انتخابات هدف پیروزی در انتخابات و تصاحب قدرت سیاسی است. نامزدهای جدید وضعیت موجود را به نقد گرفته و زندگی بهتر در همه حوزه ها را وعده می دهند. افشاگری، تهمت، دشنام و تخریب بخشی از فرایند انتخابات حتی در پیشرفته ترین دموکراسی هاست. تمامی این مراحل بخشای متفاوت شرکت در انتخابات است. نمیدونم، اگر که افشاگری رو میدونم، تهمت رو نمیدونم میشه به مردم ها تهمت بزنی، دشنام هم نمیدونم اگه میشه به مردم ها فش بدی، اینم باز نمیدونم که در مدرن ترین یا پیشرفته ترین دموکراسی ها باشه یا نه. افشاگری میتونی بکنی، بعدم تخریبش هم میتونی بکنی، ولی تهمت بزنیم به یارو بگیم فلان اینا، نمیدونم قصدش از این کلمه ها چیست. تمامی این مراحل بخشای متفاوت شرکت در انتخابات است. رویکرد دموکراسی خواهان به انتخابات پیش رو چه باید باشد؟ او به این کلمات دقت کنید. رویکرد دموکراسی خواهان در به انتخابات پیش رو چه باید؟ اولین سمشو اینجا زد. قبل از اینکه به پایان مطلبش برسم، اولین زمش وارد خونم شد. یعنی اگر که رویکرد دموکراسی خواهان به انتخابات پیش رو چه باید باشه، یعنی تو اگر این غیر این باشی، تو دموکرات نیستی. فقط این دموکراسی خواهان هستن که باید این چنین رویکردی داشته باشن. فرض کنیم که انتخابات باید تحریم شود. تحریم انتخابات به معنای تحریم کدام یکی از این مراحل است؟ آیا تمامی این ارکان و اجزا باید تحریم شود؟ و بهت گفتم که خیلی وقت پیش فکر میکنم که گفتم که شروع میشه از ابتدای سال جدید، همونجا توضیح دادم، گفتم از ابتدای سال جدید شما یواش یواش این بحث شرکت در انتخابات، مشارکت چه خاصیت داره، دموکراسی یعنی چی، صندوق معناش چیه، چرا باید بریم، همینجوری در این بوغه بوم 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 میکوبه. یکی از دلایل اصلی که اینا این کارو میکنن که میرن تو اون ظرف بلیط اون اتوبوس رو میخرن، یه دلیل بیشتر وجود نداره.
اتوبوس دیگه اینو سوارش نمیکنه. خب این بلیت شرکت لووانتو رو داره، این دیگه با میانتور نمیتونه بره که، این با حتما لووانتور سوارشه. یاده آقای مرحوم اشتری هم به خیر باد، صاحب لووانتور آقای حسین اشتری. چرا این بلیت دیگه اینو سوار نمی کنه؟ یعنی به روایت دیگر این در این نظام جمهوری اسلامی اکبر گنجی معنا دارد، سید محمد خاتمی تعریف می شود، آقای خامنه‌ای تعریف می شود، آقای رفسنجانی تعریف، همه این عراض لوباش تو اینجا تعریف می شن، تو این کاسه. این ازش بگیری نسسری بوله در حقیقت، این ازش بگیری دیگه هیچی ازش نمی مانه. دلیلش اینه. چرا اینا رو میگه؟ چه دلیلی داره که میاد دنبال این حرکت میکنه؟ برای اینکه تو این ظرفه این معنی پیدا میکنه. این ظرف ازش بگیری بی معنیه. ماهی تو آب حیات دارد، آب ازش بگیری میمیره، خب دیگه چیزی ازش نمونه که، این ظرفشه. پس دموکراسی این هستش که روی کرد دموکراسی خواهان به انتخابات پیش رو چه باید باشد. هر کی غیر این بکنه دموکراسی خواه نیست. فرض کنیم که انتخابات باید تحریم شد. تحریم انتخابات معنی تحریم کدام یک از این مراحل است؟ هیچ، تحریم کلش دیگه، کدام مرحله نداره که، از بیخ و بن تحریم. عدوی تو نیستم، انکار تو هستم رفیق. خیلی ساده است، من نمیدونم چرا اینا شما اینقدر اینا رو میپیچونید، من متوجه این قسمتش نمیشم. هیچ، همش مرحله نداره که. تحریم انتخابات یعنی تحریم انتخابات، کدام یکی از مراحل انتخابات رو تحریم میکنی؟ میچ انتخابات یه معنی داره. وقتی تحریمش میکنیم یعنی مجموعه انتخابات رو تحریم میکنیم. احمد جنتیش رو تحریم میکنیم یا آقای کت خداییش رو تحریم میکنیم؟ هیچ، مزخرفات چیه میگی برادر؟ اینا اینجوری میکنه پاندوله، اینو اینطوری اینطوری میکنه، حواستو به این پر میکنه، دستش تو جیبته، داره جیبتو میزنه. اینی که داره به تو نشون میده، یه دستش هم اون دستش هم تو جیبشه، داره جیبتو میزنه. همین، اینو اینجوری نشونت میده، این دست هم تو جیبشه، این دلینگ دلینگ، این دست جیبشه، داره جیبتو میزنه. واقعیت های میزان مشارکت در انتخابات ایران الف درصد معینی همیشه شرکت میکنه. نه در ایران، در تمام جهان این شیوه است. چرا میگی در ایران؟ اینکه گمراهت کنه. قصدش روشن کردن نیست، قصدش گمراه کردنه. قصدش اینه که تو رو به زور بچپونه تو این اتوبوسه. ای تو بگو آقا من میخوام برم اونور، میگه نه راهش همینه که من میگم، از اینجا بری. واقعیت های میزان مشارکت در انتخابات ایران الف درصد معینی همیشه شرکت میکنن، ب درصد معینی هیچگاه شرکت نمیکنن، پ درصد میانه متناسب با شرایط تصمیم به شرکت یا عدم شرکت میگیرن. هیچ، این که یعنی هیچ، صفر. همه این مجموعه هیچ چی توش نیست، فقط اون کلمه ایرانشو میخواد بده فروشه، فقط یک کلمه داره، ایران، که در ایران چجوریه. در انتخابات ایران الف درصد معینی همیشه شرکت میکنن، درصد معینی هیچ شرکت نمیکنن،
درصد میانه متناسب با شرایط تصمیم به شرکت یا عدم شرکت میگیرن. با این حال اولا میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری همیشه بیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است. در آمریکا هم میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری همیشه 10-20% بیشتر از انتخابات کنگره است. با اینجا هیچی، صفر، هیچی گیر ما نیومد. ثانیاً بیشترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی متعلق به مجلس پنجم با 71.1% واجدین شرایط و کمترین آنها متعلق به مجلس هفتم با 50.57% واجدین شرایط است که هیچ کدوم از آمارا ملاک علمی ندارن، حقیقی نیستن، دروغن، هیچ کدوم اینا واقعیت ندارن. جامعه‌ای که آمار ندارد واقعیتی در آمارش وجود ندارد. پشم. اینم تا اینجای مطلب. ما تا حالا اومدیم تقریبا فکر کنم یک سوم مطلب رو خوندیم، هیچ دانشی به ما اضافه نکرد، ولی یه قصدی داره از این نوشتن. من دنبال اون قصدش دارم میگردم، اینم چه قصدی داره که اینو داره مینویسه، وگرنه چیزی به دانش من اضافه نکرد. دو تا داستان رو داره تا اینجا. یکی این که در انتخابات ایران رو ایرانش وایستده، یکی این که دموکراسی خواهان اینجوری هن، هر کی غیر این باشه دموکراسی خواه نیست. این دوتا رو تا اینجا به من فروخته، اینا رفته تو پس ذهن من نشسته بدون این که خودم دلم بخواد یا نخواد. ثالثاً کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری متعلق به دو دوره کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی است. در گذشته آیت الله خمینی فضای عاطفی پدید آورد و هاشمی در اوج قدرت علی خامنه‌ای را رهبر کرد تا او چهره حاشیه‌ای و خود فرد قدرتمند باشد. جابجایی‌های صورت گرفته نیز زمامداران را نیازمند آرای بالای مردم کرده بود تا بگویند در گذشته آیت الله خمینی هیچ مشکلی پدید نیاورد. با این همه 54.59% واجدین شرایط، یعنی 16,452,677 نفر در انتخابات ششم مرداد 68 شرکت کردند. برای اینکه فقط و فقط هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی از سوی شورای نگهبان تایید شده بودند. در انتخابات 21 خرداد 72 میزان مشارکت به 50.66% و واجدین شرایط 116,796,787 نفر بودند که از این مثلا 300,000 نفر حالا به این جمعیت اضافه شده. که در حقیقت میگه که با توجه به اینکه اینقدر آدم شکر کردن، ولی این کاهش ها و هاشمی با 10,566,499 نفر رای انتخاب شد، حدود یک سوم کل واجدین شرایط 33,156,055 نفر. نه آمارا رو تا چهت میشه بهشون استناد کرد. پس از هاشمی که انتخابات رقابتی البته میان جناح‌های داخلی رژیم شد، میزان مشارکت افزایش شد. پس از هاشمی که انتخابات رقابتی البته میان جناح‌های داخلی رژیم شد، میزان مشارکت افزایش شد. در انتخابات 2 خرداد 76 میزان مشارکت به 79.92% واجدین شرایط 29,145,745 نفر افزایش شد. این آمارایی که میده همش مخلوطه. ببین حدود یک سوم کل واجدین شرایط بوده 33 میلیون تو اون 4 سال قبلش، با توجه این که ایران یه رشد جمعیتی داره هر سال، اینجا میگه 29 میلیون نفر واجدین شرایط. چطوری اون قبلش 33 میلیون بودن حالا 29 میلیون؟ که آمارا همه مخدوش است،
حالا اگر ازش پرسیم میگه نه، این یعنی مقصودم اینه که 29 میلیون نفر در انتخابات خاتمی شرکت کرد. خیلی خب، و خاتمی با حدود 70% آرا پیروز کرد. در انتخابات 18 خرداد 80 میزان مشارکت 67.77% واجدین شرایط، یعنی 28,155,969 نفر بودن و خاتمی با 77% آرا 21,659,053 رای پیروز شد. همه اینایی که برات میگه برای اینکه ذهن تو مرتب دستش تو هنوز دست تو جیبته. در انتخابات 84 میزان مشارکت 62.8% واجدین شرایط 29 میلیون نفر بود. قطبی ترین انتخابات، انتخابات 88 با میزان مشارکت 85% واجدین شرایط بود. 39 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردن که تازه تمام انتخابات چی بود؟ بر این آمارایی که داره میده، آمارا رو مثلا اگر ازش بپرسیم میگه آقا آمار رسمی خودشونه دیگه، از وزارت کشور گرفتن رسمی مال اوناست. و ما دیروز پیروزا دیدیم شنیدیم همینجا که گفتش که محسن رضایی گفت آقا توی بعضی این صندوقا 170% رای ریختن، یعنی هم مجموع آدمایی که توی این اتاق بودن %0.7 بیشتر بود. یعنی اگر ما توی این اتاق 4 نفر بودیم، این اتاق اعلام کردن 7 نفر. 70% بیشتر. بعد این داره میگه که انتخابات عشایه با میزان مشارکت 85%. آمار میگه از کجا این آمار آورده؟ میگه وزارت کشور. وزارت کشوری که محسن رضایی میگه آقا تو صندوقات میزان رأی‌های بیشتر ریخته شده زیادتر از میزان آدمایی که تو محله حضور دارن. پس این آمارا یه قصدی داره از دروغگویی. دروغ داره میگه اکبر گنجی. رابن قبل از انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، همین امر نیز موجب افزایش شرکت کننده شد. دروغ میگه بازم. ما در انتخابات 88 همزمان انتخابات میان دوره‌ای و دو تا میان دوره‌ای دیگه هم همزمان با اون بوده که اون دوست ما تعریف کردیم تو همون 88 که گفت رفتم اون از بالای زردبند که میخوای بارد بشی به جاده اینه من گلندوک و اون طرف ها که بیای به سمت نیاورون بری و به سمت تهران پارس بری و اینا، یه مسجد خرابه است. گفت الان دیگه اون مسجد اسمش مسجد خرابه نیست، اون الان یه مسجد اعظم است اونجا اول زردبند. گفت من رفتم اونجا رای بدم، بعد دیدم آقا رای ما رو میگن آقا این رای ها رو باید بدیم. ما گفتیم نه ما شرکت نمی کنیم. گفتم خلوت 9 صبح بودم خلوت رفتن تو. گفتش که اینم باید بنویسی. گفتم آقا من نمیسم. گفت 2 نفر جلوم بودن 4 نفر پشت سرم بودن. وقتی من اعتراض کردم اون 4 تا پشت سری هم گفتن نه آقا ما اومدیم به رای جمهور رای بدیم. و گفتم هم که رفتم هم به موسوی هم رای دادم. حالا بماند داستانش. پس اینجا هم داره دروغ میگه. همیشه در کنار انتخابات یه دونه دیگه هم میذارم برای اینکه جمعیت رو میخوادین. این هیئتش باید پرتر باشه. هیئت هواداران ابوالفضل بیدست، این فاطمه قمر بنی هاشمه. این قمر بنی هاشم از ابوالفضل عباس باید پرتر باشه. بنابراین همیشه ستاره میچینه. تا اینجا هیچ چیزی نداد به جز یه سری دروغ تحویل ما داد و قصد داره. رابن قرار است انتخابات شورای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، همین امر نیز موجب افزایش شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. خامسا میزان مشارکت در 2 انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا زیر 62% بوده
در سال 2008 61.6% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. در سال 2012 58.9% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند که در دوره اول بالاترین میزان مشارکت رو داشته، به خاطر اینکه آقای اوباما اومده بود با طرح چنجش. خب حالا این آمار میشه بهش باور کرد چون که این آمار مربوط به آمریکاست. مطابق گزارش وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم در سال گذشته 64.2% مردم شرکت کردند. برخی از کارشناسان میزان مشارکت واقعی را حدود 55% به شمار آوردند. یعنی بین این و اون 9.2% بین بعضی کارشناسان 9.2% اختلاف زدن. حالا تمام اینا بر اساس ایرانه که اصلا گفتیم این مملکتی که آمار درش وجود ندارد. خب اگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده، ببین چقدر مزخرف گفته، میخوام برسیم به این که این مزخرفات رو در پی چه میگردیم. اگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده 10% به این میزان مشارکت افزوده شد، باید 65-75% مشارکت مواجه خواهیم. اگر همانند آمریکا 59% شرکت کنند چه خواهد شد؟ مشارکت و مشروعیت. نمیتوان انکار کرد که میزان مشارکت و مشروعیت رژیم های سیاسی نوعی همبستگی وجود دارد، اما نه رابطه ای به تعبیر دیگر افزایش میزان مشارکت موجب مشروعیت رژیم سیاسی نمی شود. از اینجا حواستو بده به من. نمی توان انکار کرد که میزان مشارکت و مشروعیت رژیم های سیاسی نوعی همبستگی وجود دارد، اما نه رابطه علی. نمیدونم علی یعنی چی. به تعبیر دیگر افزایش میزان مشارکت موجب مشروعیت رژیم سیاسی نمی شود. خب این با جمله بالا که می گوید که نمی توان انکار کرد که میزان مشارکت و مشروعیت های رژیم های سیاسی نوعی همبستگی وجود دارد، اما نه رابطه علی. نمیدونم چرا علی این وسط چه نقشی داره که پررنگم نوشته. به تعبیر دیگر افزایش میزان مشارکت موجب مشروعیت رژیم سیاسی نمیشه. اولا رژیم استبدادی با مشارکت 100% هم نامشروع است، چون استبدادی است. حالا اینا رو یه جوری میگه که تو خوشت بیاد. ببین گفتی که میبینی چه جرأتی داره میگه رژیم استبدادی تو اینجا. سالسن اولا ثانیا رژیم تبعیض با مشارکت 100% هم نامشروع است، چون نهادین ساز نابرابری و تبعیض است. ثالثا رژیم ناقض حقوق بشر با مشارکت 100% هم نامشروع است، چون ناقض حقوق بشر است. رابعا مشارکت 85% انتخابات ریاست جمهوری 88 نه تنها موجب مشروعیت جمهوری اسلامی نشد، بلکه و شکاف ملت دولت. عجب آدمایی، عجب رزلایی. تقصیری نداره، بلیت این اتوبوس دستشه، اتوبوس دیگه سوارش نمیکنه. این باید یک کاری کنه، اتوبوس اینو سوار کنه. این باید تو این اتوبوس حیات داره. رابع، خوب به این جمله دقت کن. رابع، مشارکت 85% انتخابات ریاست جمهوری نه تنها موجب مشروعیت جمهوری اسلامی نشد، بلکه بر شکاف ملت دولت. مرد که مردم تقلب که اون یارو علیه این ایستاد، این فقط تا اون پشت دره میخواستش، اون دره راش نداد دیگه بیاد تو. چرا اگر که آقای موسوی میشد چرا نمیشد؟ خیلی هم مشروع مثل آقای خاتمی میومد، طوری هم میومد،
دم مسترم وامیستاد، کمرش هم اینطوری میکرد، آفتاب هم تو دستش میگرد. حتی اصلا کلینتون هم میرفت تو مستر قایم میشد. چرا دروغ مینویسید؟ چرا رزلید؟ چرا اینقدر حقیرید؟ اومدی اینجا تو آمریکای پولی به نه ساعت بده زندگی تو بکن دیگه. الحمدلله در ناز و نعمت هم زندگی میکنی دیگه، نه پیتزا دلیوری کردی، نه نمیدونم کوریر آفیس رفتی، این کارا که نکردی که از اومدی پول مفصلی هم به دستتون دادن یک تکتونو. بعد همین پستای کتابخانه جورج بوش، من مرکز مطالعات فلان، هر کدومتون یه سلاخی کردن اون تو، و اونم اون یارو از پیش برای تعیین کرده، میگه به چه دلیل؟ میگم گوش بده به نوار احمد باطبی با اون باسپورسش. میگه احمد جون کجا میخوایی بری؟ هر جا میخوایی بری بیا، خودم میفرستمه. کدوم دانشگاه میخوایی بری؟ کدوم جا میخوایی بری؟ کدوم کشور؟ بیا خودم میکنم برات. راون مشارکت 85% انتخابات ریاست جمهوری 88 مشارکت نکردن مردم، که مردم رو دادن تو دهنی خوردن. ما بهشون گفتیم نرید تو دهنی میخوری، اونا رفتن، چون که شما بهشون گفتید برید. اگه نریات اونجا نرفتیم، تو انتخابات شورای شهر نرفتیم، چجوری چی ها دست دادیم؟ چیه اگه مشارکت کنیم تقلب نمیشه؟ خامنه ای ما همین حرفایی زد که امیر حسین گنجبه، احمد تقوایی، دکتر بوقی توی واشنگتن نشسته بودن همه حرفا رو میزدن که آقای خامنه ای ما گفت نه مشارکت بالای مردم اصلا تقلب صورت نمیگیره. اونا هم همینو میگفتن. این از زن خودش میگفت، اونم از زن خودش میگفت. که این وسط سوخ مردمی که رفتن رای دید. بعد چه اتفاقی افتاد؟ یارو اینجا دستبند سبزم بسته بود، میشودن آقا شما مگه مخالف رژیم نیستی؟ پس چرا رفتی نوشتی رای؟ میگو آقا رای رای باید چیشو کنیم دیگه، احترام بذار به مردم. احترام تو به خودت نمیگذاری، تو به عقیده خودت پایبند نیستی. من چگونه باور کنم که تو به من احترام میگذاری؟ چگونه تو من میگی من به مردم احترام میگذارم؟ تو به خودت احترام نمیذاری، به مردم احترام میذاری و رفتی زن و بچه تو تو خیام رأی من کو؟ من رأی دادی که اومدی میگیرم؟ پسر گفت من همیشه رأی میدادم، این بار مطمئن رفتم دادم. آقا شما فرمانده یک گروه چریکی بودی، تو اینجا همش از مخالفین جمهوری اسلامی حرف زدی، تو میگفتی این اصلاح طلب ها قلابی ها، پس چرا دروغ یکیشو داری دروغ میگی دیگه؟ به خودت احترام نمیذاری، به مردم احترام گذاشتن؟ به همین دلیل تلویزیون میان هر چی بهت بگه آقا ما وضعمون خرابه، پول نداریم، فقیریم، هیچ کی وقعی نمینهد. چرا که خیال میکنه بهش احترام نکردی. خیال میکنه تو بهش بی احترامی کردی، برای چی بیاد توی که بهش بی احترامی میکنی و کمک کنه؟ رابعاً مشارکت 85% انتخابات ریاست جمهوری 88 نه تنها موجب مشروعیت جمهوری اسلامی شد، بلکه بر شکاف ملت دولت افزود. تو هم میگی بله درست میگی آقا، بله این حرفش درسته دیگه. و چی؟ شما اینجا نشستی، اونجا اون یه جا نشستی، یه جا میگه کی مردم مشارکت؟ یعنی که شرکت کنم، یعنی منم توش سهممو بگیرم، سهم و شرکمو داشته باشم. نداشت که، اگر میداش اسمش میشد مشارکت، میشد مشروعیت. چرا پشت رو می نویسی جمله رو؟
چه قصدی داری از اینکه جمله رو پشت رو بنویسی؟ مشارکه معنا دارد آقا، سهم و شرک میگیری شما بابت مشارکت، سهم داری تو، که صاحب سهم نشدی که، زد کتکت زد زندانت کرد، رهبرت هم کرده زندان، تو هم اینجا رات میری علفتو میخوری. نرفتی یه دفعه لخشی تو خیابون وایسی بگی آقا رهبرم آزاد کن؟ کدام تظاهراتو شما ترتیب دادید از اون روز تا حالا برای موسوی کروبی؟ رهبرانتون هرچی کردن، چپا کردن، سلطنت طلبا کردن، شما نکردید. هرچی کردن نگاه کن ببینید، دو دسته بیشتر نیستن، یا سلطنت طلبا هستن یا چپا هستن، شما نیستید اصلا. در کدام تظاهرات شما شرکت کردید؟ اینا عکس موسوی کروبی رو بلند کردن، شما نکردید. چه مشارکه معنی داره؟ هر کلمه ای که شما استفاده میکنی معنی دارد، بار دارد. بلام راست میگه دیگه، مشارکه کردن، دیدی مشروعیت نداشتن، دیدی فاقه این شد، بلکه شکاف ملت و دولت رو افزود. خب بقیه شو حالا بریم بخونیم. معنا و تعبیر انتخابات. سیاست همچون هر پدیده انسانی دیگری برساخته اجتماعی است. معنا نیز به طور اجتماعی برساخته می شود. به تعبیر دیگر افراد و گروه ها واقعیت را معنا تفسیر تعبیر می کنند. قدرت هم معناساز است. آیت الله خامنه‌ای همیشه بر چند نکته تأکید می کند. سیاست همچون هر پدیده انسانی دیگری برساخته اجتماعی است. ما سفید است، زغال سیاه است. نتیجه آن که آقای خامنه‌ای همیشه بر چند نکته تأکید می‌فرماید. یک، میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات از میزان مشارکت مردم آمریکا بالاتر است. میگه به چه دری؟ میگه برو متر کن، بیا بشمار. و ملا گفت اینجا، گفت مرکز زمین کجا؟ گفت همجه که من بایستم. گفت به چه دلیل؟ گفت برو متر کن. میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات از میزان مشارکت مردم آمریکا بالاتر است. میگه به چه دلیل؟ میگه بیا بشمار. ب، انتخاب شنندگان آمریکایی با حداقل آلا به قدرت میسن، اما منتخبین ایرانی با اکثریت آرا. انتخابات آمریکا در دست سرمایه‌داران و لابی اسرائیل است نه مردم. ضمن آن که جورج بوش در سال 2000 با تقلب گسترده به ریاست جمهوری رسید. مشارکت مردم ایران در انتخابات رأی به افراد نیست، بلکه رأی به جمهوری اسلامی است. اما اصلاح طلبان، این حرف آقا خامنه ایه، در حالی که نه، حرف خودشون هم همینه، بلکه رأی به جمهوری اسلامی است، تمامش برای همینه. اما اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفان همین واقعیت ها رو به گونه دیگر معنا و تفسیر میکنن. انتخابات 88 با پیروزی احمدی نژاد پایان یافت. موسوی و کروبی به دلیل وقوع تقلب نتیجه را نپذیرفته و صدها هزار تن در اعتراض به خیابانا ریختند و به دنبال آرای خود بودند. ابطال انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات مطالبه موسوی و کروبی و طرفدارانشون. رژیم این خواست را نپذیرفت، از این جهت معترضان به هدف خود دست نیافتند. اون بالا گفت چی؟ گفت آقا مردم 80% مشارکت کردن در انتخابات ولی نظام مشروعیت نیافت. اینجا میگه چی؟ میگه اما اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفان همین واقعیت را به گونه دیگر معنا و تفسیر میکنن. کدوم واقعیت را؟ نمیگه، یه چیز دیگه میگه. میگه انتخابات 88 با پیروزی محمود احمدی‌نژاد. ببین آقا، تو جان امام حسین گوش بده. آیت الله خامنه‌ای همیشه بر چند نکته تاکید میکنه. الف، اول میگه سیاست هر پدیده انسان
همچون هر پدیده انسانی دیگری برساخته اجتماعی است. بسیار. معنا نیز به طور اجتماعی برساخته می شود. نه، اینجوری نیست. به تعبیر دیگر افراد و گروه ها واقعیت را معنا، تفسیر و تعبیر می کنند. قدرت هم معنا سازد. آیت الله خامنه‌ای همیشه بر چند نکته تاکید می کند. پس اینا قدرت هم معنا ساز است. خب چیکار میکنه؟ آقای خامنه‌ای میگه میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات از میزان مشارکت مردم آمریکا بالاتر است. انتخاب شدگان آمریکایی با حداقل آرا به قدرت میرسن، اون منتخبان ایرانی با اکثریت آرا به انتخاب میشن. انتخابات آمریکا در دست سرمایه‌دار لابی اسرائیلی است نه مردم. مشارکت مردم ایران در انتخابات رأی به افراد نیست بلکه رأی به جمهوری اسلامی است. اما اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفان همین واقعیت ها را واقعا امریست که پذیرفتیش دیگه، واقع شده است، پذیرفتیمش. پس اینا رو پذیرفت حرف آقای خامنه ای رو. شما رد میشی رو کلمه و متوجه نیستی که این کلمه مثل قرص آسپرین میمونه، اثر داره، تأثیر میگذاره. هر روش رد میشی بعد میبینی چرا سردرد دارم، چرا دلم درد میکنه، چرا فلانم، اثر داره. دوستان کلام اثر داره، بار داره، نفوذ داره. مثل اون صدای شیر آب است که گفتیم شیر بازه، در پنجره بازه، پرده بازه، پنکه روشنه، یکی بلند میشه میره اونو میبنده. تو میگه چی بود راحت چی بود آقای؟ میگه پرده این وا بود، خاموشش کردم. رادیو روشن بود، خاموشش کردم. نمیفهمی که از کجا میخوری، اصلا متوجه نیستی. این مرتب زیر این بمباردمانی، شبانه روز زیر بمباردمانی، حالیت هم نی. وقتی هم بگیم حالیت نیست به بر میخوره، قر میکنه، میره، میگه آقا این یارو همه رو میزنه، با همه کجه، من با تو رفیقم، من با همه کج نیستم، با همه بد نیستم، اتفاقا در کنار تو هم حسم با حس تو گره خورده. من اون رادیو رو برات خاموش میکنم، اون پنکه رو برات میبندم، کمکت میکنم. اما اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفان همین واقعیت ها رو به گونه دیگر معنا و تفسیر میکنن، همین واقعیت ها رو، بلکه رأی به افراد نیست بلکه رأی به جمهوری اسلامی است. اینا رو یه جوری دیگه من. انتخابات 88 با پیروزی محمود احمدی‌نژاد پایان یافت. موسوی کروبی به دلیل وقوع تقلب نتیجه رو نپذیرفت، صدها هزار تن در اعتراض به خیابان ریخته و به دنبال آرای خود بودن. ابطال انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات مطالبه موسوی و کروبی و طرفدارانشان بود. رژیم خاص را نپذیرفت و از این جهت معترضان به هدف خود دست نیافتند. باز برمیگردم بالا چون میدونم یاد دادم. سیاست همچون هر پدیده انسانی دیگری برساخته اجتماعی است. معنا نیز به طور اجتماعی برساخته میشود. به تعبیر دیگر افراد و گروه ها واقعیت را معنا، تفسیر و تعبیر میکنند. قدرت هم معنا ساز است. آیت الله خامنه‌ای همیشه بر چند نکته تاکید میکند. 4 تا 5 تا نکته رو میگه، 1 2 3 4 تا نکته رو میگه. اما اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفان همین واقعیت‌ها رو به گونه دیگر تفسیر می‌کنن. همین واقعیت‌ها یعنی همینایی که برشمردم، یعنی میزان مشارکت مردم ایران در انتخاب، میزان مشارکت مردم آمریکا بالاتر است رو اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفان همین واقعیت‌ها رو به گونه دیگر معنا و تفسیر می‌کنن. خب بگه، بعد میگه چی؟ پیچ رادیوش یه جا دیگه می‌خونه. میگه انتخابات 88 با پیروزی احمدی نژاد پایان. کجا تو این چارتای بالا راجب احمدی نژاد؟ من باز میخونم، شما اگه کلمه احمدی نژاد این تو دیدید لطفا به من بگی که خزعبل میگویی، مهمل میگویی، شکر زیادی میخوری، اگه گوی زیادی نمیخوری. شما تو این جملات به من بگو کجا اسم احمدی نژاد آمده؟ میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات از میزان مشارکت مردم آمریکا بالاتره.
انتخاب شدگان آمریکایی با حداقل آرا به قدرت میسن، اما منتخبان ایرانی با اکثریت آرا. انتخابات آمریکا در دست سرمایه‌داران و لابی اسرائیل است نه مردم، ضمن آنکه جورج بوش در سال 2000 با تقلب گسترده به مگر اینکه مثلا بگیم این تقلب، چون اینجا گفته تقلب، چون گفته جورج بوش، بعد جورج بوش یعنی احمدی نژاد، چون تقلب گفته، مشارکت مردم ایران در انتخابات رأی به افراد نیست بلکه رأی به جمهوری. تو این جملات که برات خوندم کجا راجع به انتخابات 88 احمدی نژاد، موسوی، کروبی، تقلب اینا حرف زد که شما بگی که این اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفت ها همین واقعیت ها رو به گونه دیگر معنا تفسیر میکنن. حالا ببین قصه شو روزه امام حسین چجور برات میکنه. زود دست میگی به پیشونی، حالت تأثر به خودت بگی، کلاتم تکون بده، گریه بکن. حدود 4000 تن بازداشت کرده، 33 ادعای رژیم تا 100 تن ادعای مخالفان در تظاهرات چند ماهه کشته شدن. بازداشت شدگان شکنجه گردیدن، عده‌ای وادار شدن تا علیه خود و دیگران به جرائم ناکرده اعتراف کنند. ده ها تن به حبس‌های بلند مدت محکوم گردن. اعتراضات خیابانی چندی ما ادامه یافت. کروبی و موسوی و رهنور در منازل خود زندانی شدند. زندانیان انواع و اقسام شکنجه ها را افشا کرده و به مبارزه خود از زندان ها ادامه دادند. شعارهای تظاهرکنندگان و انتقادها با آیت الله خامنه‌ای به عنوان دیکتاتور معطوف گشت. نسبت رژیم با بخش مهمی از جامعه به طور اساسی تغییر کرد. همه این وقایع پیامد شرکت در انتخابات و معنابخشی به دام بود. دینگ دلی دینگ 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 دلی دینگ 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 اینجا بهت میگه. این مزخرفیه که اینا تلاش میکنن روش بکوبن. بله دیگه آقا شما بگونم اگه موسوی نایمد و اگه مردم نفس بودن برای اینا میشد، برای معلوم میشد. دوست محترم من، عزیز من، نه رژیم جمهوری اسلامی، نه شخص آقای خامنه‌ای، نه شخص آقای موسوی، نه شخص آقای کرو، هیچ کدام از اینها انتظار چنین اعتراضی رو از طرف مردم به خشم آمده و توهین شده و تحقیر شده نداشتن. دیگه الان بعد 4 سال که هم ماجرا گذشته، همه حسن و تقی و معین و پروانه و معصومه و همه مردم شهر راجب شهر زدن، هنوزم تو این خزعبر رو تعریف میکنی؟ دیگه اگه نایمده بودن میشو؟ آقا اون یعنی آن که من به قصد اضرار وارد بشوم، intentionally، با قصد قبلی. اینا قصد قبلیشون این نبوده که آقای کریم ما گفت آقا ما گفتیم ولی دیگه نه اینقدر گفتیم باحال، نه دیگه انقدر باحال، کلمات خودشونه، گفتیم بی شرمی، اما نه دیگه انقدر بی شرمی، وقاحت یه حدی داره. اینا کلمات خودشون، یعنی خودشون باور نمی کردن. به همین دلیل می گفت نیاید مردم، نیاید، برید خونه هاتون. اون از ایران می گفت خارج کشور خفه شد. مهندس صحابی، شخصیت معتبر ملی مذهبی، آیا اینا به قصد این اومده بودن که خامنه رو نشون بدن که آدم متقلبی و عقباز فلان بهمانه؟ اینجای بابای آدم دروغگو. اینم یه ضربه دیگه. بله اگه نیومده بودم این میشد. فقط یه چادر کم داری کمرت ببندی اکبر جان. دمت به زنان قلعه، اونا یه حیایی داشتن که ما اونم ندارید. خیلی وقیهید، خیلی رسل. ارجاد میدم به نمایش سینما رکس آبادان از آقای پرویز سریان. بفهم آقای بفهمی، درود بر شما. درود بر شما عزیز من. این که بگیم بسیار درست سمونته، این گنجی در انگلیسی یکی هست به نام فالسی، میشه همون مغلطه خودمون، اصلا یه مبحثیه در علوم اجتماعی. فالسی،
فالش نره. این خیلی خوب بلده، مثلا یه حرف درست میزنه که اون نتیجه غلط خودش میگیره. مثلا میگه که خب مثلا میگه انتخابات آمریکا دست پولدارا و لابی سرمیسا داره شرکت دارن. خب این حرف درسته، کسی که با این مثلا اشکال نره. بعد یه چند دیگه با استناد به اون نتیجه میگه که انتخابات جمهوری اسلامی آزاده. این درستشو خیلی خوب بلده متاسفانه، و این درستش درست عوافریبی همجور که شما میگید. ولی خب این فالسی ها رو خونده قشنگ، یه نظر میگه شما بزنید تو گوگل فالسی، همه رو برای شما شعر میده. این اصلا یه تکنیک خر کردن مردمه. خیلی نویسندگان غربی هم از این استفاده میکنن. یسه این اینو خیلی خوب بلده. یک کلمه درست میگه، ده کلمه اشتباه ازش نتیجه میگیره. این تکنیکش همیشه هم میگی بوده. برای اون مسئله اتمی هم همیشه از این تکنیک استفاده میکنه. اصلا این اصلا مود ساپراتسشه. خیلی ممنون، خدا نگهدارت باشه. ولی آقا همین دفعه دیگه زنگ زدی بگو حمیدرضایی از کانادا این به دیگران هم کمک میکنه. عرضم بزرگ شما که بله، پس میگه که ما اصلاح طلب، اما اصلاح طلبان و منتقدان و مخالفان همین واقعیت ها رو به گونه دیگر معنا و تفسیر میکنن. کدام واقعیت ها رو؟ بعد شعر خودشو میخونه. حدود 4000 تن بازداشت شدن، 33 ادعای رژیم تا 100 تن ادعای مخالفان در تظاهرات چند ماهه کشته شدند، بازداشت شدگان شکنجه شدند، عده‌ای وادار شدند تعلیه خود و دیگران به جرائم ناکرده اعتراف کنند، ده‌ها تن به حبس‌های بلندمدت محکوم گردند. اعتراضات خیابانی چندی ماه ادامه یافت. کروبی و موسوی و رهنورد در منازل خود زندانی شدند، زندانیان انواع و اقسام شکنجه‌ها را افشا کرده و به مبارزه خود از زندان‌ها ادامه دادند. شعارهای تظاهرکنندگان و انتقادها با آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان دیکتاتور معطوف گشت. نسبت رژیم با بخش مهمی از جامعه به طور اساسی تغییر کرد. همه این وقایع پیامد شرکت در انتخابات و معنابخشی بدان. یعنی مردم رفتن تو انتخابات شرکت کنن که بعد میان کتک بخورن. تو احمقی، خلی، چیز خلی بابا، میشه هم چیزی؟ من برم در انتخابات شرکت کنم به قصد اینکه من مفصل بگیرم بزنم ببرم زندان، کتک، شکنجه، پدر و مادر و همه رو هرچی نبدترم از من در بیارن؟ این معناش اینه دیگه. یعنی مردم شرکت کردن در انتخابات که این بلاها سرشون بیاد. نمیدونم، شاید اون مردمانی که آقای گنجی باشون ارتباط داره، شاید اونا این تیپن. ولی من هرچی به دوربر خودم نگاه میکنم، دور چشم میندازم به اون ساحل دور، نمیبینم آدمی رو که بره در جایی شرکت بکنه به قصد این که بگیرن یه فسک و تکش بزنه. ما بریم عروسی شیرین پلو بخوریم، من فلان بخوریم، بستنی اکبر مشتی بخوریم، نیومدیم اینجا که وز کتکمون بزنن. که هیچ آدمی رو دیدی دعوتش کنن بگن آقا شما تشریف بیاریم فلان جا به صرف یه فس کتک مفصل، زندان و شکنجه و گیر کردن با اکبر گنجی و رفقای اکبر گنجی و همپالکی های اکبر گنجی و شاگردای اکبر گنجی و سعید عجاریان در وزارت اطلاعات. هیچ آدم عاقل دیدی برای همچی کاری بکنه؟ خودشو با شاخ گاو در بندازه؟ ابله. مگر تو و رفیقات همچی طبقهی باشی؟ پیامد شرکت در انتخابات و معنی بخشی بدان بود. معنی بخشی یعنی اینکه مردم برن انتخابات شرکت کنن کتک بخورن. خوشحالم از اینکه چند ماه پیش این داستانا رو برای تعریف کردم، گفتم منتظر باش الان خبرش نمیاد، از اول سال جدید شما راجع به انتخابات خواهی شنید از اینجا. کرواتی همه میان کروات زده مک بر جمهوری اسلامی، این خامنه‌ای شکل فلان اینا، ولی انتخابات آقا خیلی مهمه، اصلا پایه دموکراسی است در جهان. آقا نگاه کنید، شیلی، آرژانتین، آفریقای جنوبی، هندوستان، کروات چند صفر میکنه، مک بر جمهوری اسلامی هم میگه،
بمی راست میگی آقا، راست میگی، راست میگی آقا. این سعید بیانی اصلا دیوونه است، حقشه بهش کمک مالی نکنه، حقش اصلا در این تلویزیونش بسته بشه، گل بگیرن در اون تلویزیونش. این کیه مرد که پیامد شرکت در انتخابات و معنا بخشی بدان بود. اگر میر حسین و مهدی کروبی کاندیدا نشده بودن اون روزهای تاریخی که اکثر دلها را حتی در خارج کشور و هم نزدیک کرد و همه را به رنگ سر در آورد، مرتی که بی همه چیزا دروغگوها اینا نیومده بودن که کتک آقای موسوی اومده بود کاندیدا خودشو بره تو زندان اینجوری گیر کنه باباش بمیره نتونه بره سر قبر بابا، دختره باباش بمیره نتونه بره سر قبر باباش. میشه همچی ابلهی مثل تو باشن؟ و تو چرا اینا در رفتی؟ تو خودت یه آدمی بودی که تو بیمارستان شیر آدم رفتن دلو بیمارستان رفتن رو پشتمون بیمارستان گوه آقا سخت داره میاد پایین، بیا پایین. این هم این بار نمیکشه این سخفه که شما یه آدم رفتن رو سخفه بریز کنه. و تو چرا در رفتی اومدی بیرون؟ معنا بخشی نظری به خیشتن کن که تو هم گناه کردی. اینا رفته بودن انتخابه بکنن که این برای سرشون بیارن، اینا رهبران معظم و اینا میشن رهبر آدم، اینا میگن ابله، اینا میگن آقا دیوانه، اینا ببین روانی شناسی بر روان پزشکی بر تیمارستان بخوابونید یارو رو. کدوم آدم ابلهی تو دنیا دیدی که آقا شما تشریف بیارید ساعت 5 بعد از ظهر اونجا با چاوکش و عراض لباش وایسیدن خدمت شما برسن؟ دیر نکنید، تو کروات هم بزنید، لباس فراک هم بپوشید بیاید. خانم هم حتما لباس شب باید بپوشن بیاید. همچه آگهی دیدی در هیچ جا همچه آگهی شما دیدی که این آگهی میکنن؟ عقلم نمیرسه. اگه تو عقلت میرسه کمک کن. آقای موسوی کروبی رفته بودن برای همین کارا که خلق نمیشد که بگیرن باباشون رو در بیارن. میشه بابای یارو بمیره نریم سر خاکش، تو مراسم تشییع جنازه شرکت نکنیم. این بر ما گذشت. ما عزیزترین کسانمون رو تو ایران ظرف این 30 سال از دست دادیم، تاریخمون رو از دست دادیم، جغرافیای مملکت رو از دست دادم. شما نگاه کنید چجوری میزنته. بله اگر میر حسین موسوی و مهدی کروبی کاندیدا نشده بودن اون روزهای تاریخی که اکثر دلها را حتی در خارج کشور هم نزدیک کرد و همه را به رنگ سبز درآورد، خلق نمی‌شد. تاریخ دوبار خلق شد، بار اول با کاندیداتوری موسوی و کروبی و کلیه رویدادهای پس از آن، بار دوم با تفسیر و تعبیر آن چه به وقوع پیوست. هزینه مند کردن انتخابات ریاست جمهوری. در انتخابات دو گونه میتوان عمل کرد: الف انجام انتخابات با آرامش و بدون دردسر، به هزینه مند کردن انتخابات برای رژیم سرکوبگر. ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی کنونی همان ساختار سال 1188 است. همه دلایل محکمی که اینک علیه انتخابات وجود دارد در انتخابات 84-88 هم وجود داشت. با این همه کاندیداتوری موسوی و کروبی به سود جمهوری اسلامی و خامنه ای تمام نشد. چرا به نفعش تموم نشد؟ خیلی هم به نفعش تموم شد. چرا میگی به نفعش تموم نشد؟ زده بیرونتون کرده، خودش نشسته سر گنج دو دستی دلوپی داره میخوره. خوشمزه یه؟ بخور بخور دلوپی بخور به قول سمن. همتون رو بیرون کرد. یواشواش از منابع ثروت که قطعتون کرده، از منابع قدرت هم میندازتون بیرون یکی یکیتون.
پرسش این است چگونه میتوان انتخابات ریاست جمهوری برای جمهوری اسلامی پر از اینه که به تعبیر دیگر چگونه میتوان از فرصت انتخابات به سود جنبش دموکراسی خواهی و علیه نظام استبدادی استفاده کرد. تحریم انتخابات یک نوع هزینه من کردن است، اما پرسش این است آیا کل این هزینه باید فقط به تحریم انتخابات محدود و منحصر شود؟ خمینی یا خامنه‌ای هزینه فراوانی بابت اخراج اصلاح طلبان از نظام سرکوبانان پرداخت کرد و مطلقاً نمی‌خواهد که آنها را دوباره به کشتی نجات نظام راه دهد. مخالفت او با کاندیداتوری چهره‌های شاخص اصلاح طلب از زبان آیت الله جنتی بیان شد. خامنه‌ای گفته است کسانی که سردمدار و تریبوندار فتنه 88 بودند تا وقتی توبه نکنند حق بازگشت به مجموعه نظام را ندارند. آیت الله علم الهدا سران فتنه را باقی کنده که باید محاکمه شود. آیت الله خامنه‌ای گفته از شرایط طوفانی است و در طوفان‌ها خود را به آیت الله خوشبخت وصل کنی. آیت الله خوشبخت هم گفته است باید بر روی فتنه‌گران خط قرمز کشی. فتنه 88 تطهیر نمی‌شود. فتنه‌گران کافر و مرتد هستند و تطهیر نمی‌شوند. عباس عبدی از چهره‌های شاخص و وفادار به مشی اصلاح طلبی هم گفته است که نامزدی محمد خاتمی در شرایط کنونی از سوی حکومت به معنای مقابل جولی تلقی خواهد شد و این برخلاف خط مشی اصلاح طلبی است و تردید ندارم که آقای خاتمی هم چنین نخواهد کرد و اگر هم چنین کنه از خط مشی خود عبور کرده و وارد فاز جدیدی شده است. حالا داشته باش اینا رو من تون تون میگم بعد برمیگردم یا خطو میگیرم که نمیخوام که اینو خستش کنم. کانتایی چهره‌های شاخص اصلاح طلب سید محمد و آست عبدالله خاتم نوری و اون یکی موسوی خمینی‌های ملعون و اینا برخلاف خاص آیت الله خامنه‌ای است. او به دنبال آرامش مطلق طی ماهای آینده اختلاف افکنی و تحریک مردم تا روز برگزاری انتخابات و خیانت به کشور به شمار آورده. کاندیدا شدن چهره‌های شاخص اصلاح طلب به معنای تحرک و شورافرینی هزینه دارد. رد صلاحیت آنها نیز برای جمهوری اسلامی خانه هزینه مند. هدف او این است که اینها کاندید نشوند و انتخابات آرام با حضور گسترده مردم برگزار شود. تحریم انتخابات یک موضوع است و تن دادن به خواست خامنه‌ای برای انتخاباتی بدون نامزدانی که رد صلاحیت چون هزینه زیادی دارد موضوع دیگری. به کدام دلیل نامزد شدن چهره‌های شاخص اصلاح طلب برخلاف خط مشی اصلاح طلبی است؟ مگر نامزد شدن در چارچوب قانون اساسی و قوانین موجود جمهوری اسلامی فعالیتی خشونت‌آمیز است که غیر اصلاح طلبان قلم داد شود؟ حتی تحریم انتخابات هم عملی اصلاح طلبانه است، نه خشونت‌آمیز و براندازانه. تحریم انتخابات حتی نافرمانی مدنی که عملی اصلاح طلبانه است نیز به شمار نمی رود. برای اینکه هیچ قانونی وجود ندارد که همه شهروندان را به شرکت در انتخابات مجبور سازد. چی فهمیدیم ازش؟ که چهره‌ای چهره‌های شاخص اصلاح طلب محمد خاتمی، عبدالله نوری، موسوی خمینی ها برخلاف خاص آیت الله خامنه‌ای. او به دنبال آرامش مطلق طی ماهای آینده اختلاف افکنی و تحریک مردم تا روز برگزاری انتخابات و خیانت به کشور آورده. کاندیدا شدن چهره‌های شاخص اصلاح طلب به معنای تحرک و شورافرینی هزینه دار است. دینگ دل دینگ 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 دینگ. اون چیزی که تو گیرت میاد در آخر کدام است؟ بالاخره تای داستان رو باید بسنجیم دیگه. آخر چرتکه میندازین سود و زیان اون رو توش پیدا میکنین. یا آقا از این کاری که من میکنم چقدر سود میکنم؟ زیانم از این بابت چیست؟ نظام جمهوری اسلامی نظام نیست سراسر فاسد است، بلکه مفسد است. یعنی محل ایجاد فساد است، محل ایجاد فساد است. این نظام سراسر فاسد است. حاصلی از تو اینجوری شما نخواهد آمد. جا به جایی اینجوری نیست. این دروغ‌ها رو ننویسید. سه محمد خاتمی یه آدم بی‌عرضه‌ایه. تنبون خوش هم نمیتونه نگه داره. میگه به چی داره میگه عکسش برو تو اینترنت سرچ کن ببین همش دستش به تنبونشه، داره تنبونش میشه بالا. اون یکی امینجار که میره تو چیز زیپشو داره میشه هرگوشو زیپ، اینا همه دستشون به تنبونشونه.
اگر نامزد شدن در چارچوب قانون اساسی و قوانین موجود جمهوری فعالیت خشونت آمیز که غیر اصلاح طلبانه قلم داد چه؟ چرا؟ برای اینکه همه ماجرا در اون جمله خلاصه می شود که مشارکت مردم ایران در انتخابات رأی به افراد نیست، بلکه رأی به جمهوری اسلامی است. اوجب است، اوجب یعنی از واجب یه پله جلو می روی، اوجب است، واجب نیست، اوجب است. کلمه معنا دارن هیچ، یه چرت و پرت گفت و رفت، ولی حرفش رو زد. اون مثلا یعنی نکرده بودن نمی شد دیگه. این شرق اینا قوی هم یاد باشه، چهارشنبه شب بیا دم زندان هوی، لباس شیک کم بپوشید بیای، بازپرسا و بازجوا و همه منتظرتونه و حکم اعدامتون صادر کنه. این چند نفر آدم میرن؟ اگه نکرده بودن میشو. تو از اینا ضربه میخوری، از این ریز ریزا ریز ریزا ریز ریزا ضربه میخوری. دنیا به سمت دیگره. امروز 9 میلیون تن دوباره از آلمان داره گندم وارد تهران میشه ببرن تو ایران. 9 میلیون تن همین الان تو بندره. روز دوباره ببخشید اشتباه گفتم، 76,000 تن روید گندم در راستوک سیتی جرمنی روی بندر راستوک سیتی منتظر، 76,000 تن گندم بار میشه سمت ایران. همه نگرانیش اینه که نان مردم رو بتونه تأمین کنه. اون زمان که نتونه نان مردم رو تأمین کنه، اون وقت همه جامعه پشت رو خواهد شد. جامعه به سمت بدی حرکت داره میکنه، فقر، فلاکت، فساد همه ارکان جامعه رو فرا گرفته. با هم دیگه بریم برنامه آقای بیگدری رو با هم دنبال بکنیم، وسط هم سعی میکنم یکی دوتا ویدیو برات نشون بدم که ببینید که ماجرا چیست و اینا چه میگویند و چه میخواهند. شاد و پیروز باشی، در انتظار کمک مالی هست. ما از نظر مالی وضعیت چندان خوشی نداریم و نمیدونم که تا به کجا میتوانیم این داستان رو ادامه بدیم، ولی نیازمند کمک مالی هستیم. ممنونم ازت.